سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز. شهادت حضرت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را تعزیت و تسلیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. میلیون‌ها عاشق و زائر اهل بیت علیهم السلام در سال روز شهادت جانگداز مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام با حضور در حرم مطهر ایشان یاد و خاطره آن بزرگ مرد تاریخ را گرامی داشتند. گفتنی است به مناسبت حضور میلیونی زوار امیر مؤمنان علیه السلام در حرم مطهر علوی در شبهای قدر، هزاران خادم، پرسنل خدماتی و نیروهای امنیتی برای خدمات رسانی به زوار آماده بودند. در همین راستا دولت محلی نجف اشرف و دبیرخانه حرم مطهر علوی به خدمت رسانی به زائرین و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، عقیدتی و مراسم افطاری برای اقشار مختلف مردم تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهند داد. صدها عزادار در حیدرآباد و دیگر شهرهای هند به مناسبت بزرگداشت مراسم شبهای قدر و عزای مولای متقیان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عزاداری و غمزنی پرداختند. روزنامه هندی ویک آف تلنگانا نوشت صدها تن از پیروان اهل بیت علیهم السلام در چندین شهر و ایالت در مراسم عزای امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شرکت کردند. این روزنامه در ادامه نوشت جمع کثیری از عزاداران از غم و اندوه و درد شهادت جانگداز جانشین و وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله امام علی علیه السلام به انجام آیین مقدس غمزنی پرداختند. در پایان این روزنامه افزود هیئت‌های عزاداری منحصر به مسلمانان شیعه نبود و تعداد زیادی از مسلمانان اهل سنت نیز در این مراسم بزرگ شرکت کردند. سونمار غانم تلکیف مشاور و سفیر پاپ واتیکان در کشورهای عربی و شامات با حضور در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف گفت امام علی علیه السلام امام بشریت و عدالت است و زیارت حرم ایشان برای من افتخار بزرگی است. وی در ادامه از استقبال گرم مسئولان در حرم مطهر علوی قدردانی و از پذیرایی سخاوتمندانه آنها تشکر کرد. مشاور پاپ در کشورهای عربی و شامات در ادامه گفت گفتگو و تفاهم بین ادیان و فرهنگ‌ها بسیار اهمیت دارد و زیارت حضرت علی علیه السلام پیامی از صلح و نزدیکی بین اقوام و مذاهب است. سازمان دفاع از حقوق شیعیان موسوم به شیعه رایتس واچ از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی جدیدترین گزارش ماهیانه خود درباره پایمال شدن حقوق شیعیان در جهان را منتشر کرد. این گزارش که به اتفاقات و حوادث رخ داده علیه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در نقاط مختلف جهان در ماه مارس 2024 میلادی مربوط می شود در چهار صفحه تنظیم شده است. شیرایتس واچ در گزارش خود به اقدام‌های ضد شیعی در پاکستان، بحرین، عربستان سعودی و عراق اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، بیشتر این رفتارها و اقدام‌های ضد شیعی در پاکستان و عراق از سوی سنی‌های تندرو صورت گرفته و در بحرین و عربستان سعودی از سوی حکومت رخ داده است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا از طریق یکی از مؤسسه‌های زیرمجموعه خود به برگزاری محفل‌های قرآنی و دروس دینی می‌پردازد. این محفل قرآنی و دروس دینی که در زمینه آموزش‌های منبر محور است از سوی مؤسسه دارالمصباح الشاعری برگزار می‌گردد.
گفته می شود این فعالیت های دینی، فرهنگی و آموزشی از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و در طول این ماه مبارک ادامه خواهد یافت. محل برگزاری این فعالیت ها حوزه علمیه سید الشهدا علیه السلام از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا است. خبری از مسلمانان در کشور روسیه. از زمان حمله به تالار شهر کروکاس، مسلمانان آسیای میانه در روسیه با موج ناسیونالیستی و نجات پرستی در این کشور مواجه شدند. از سوی دیگر، رسانه‌های روسیه در پی جلوگیری از موج ضد مهاجرتی و اسلام ستیزی در این کشور اقدام به پخش برنامه‌های مختلف در مورد قهرمان روز حمله که یک نوجوان مسلمان 15 ساله به نام اسلام خلیلوف است می باشد. گفتنی است این نوجوان با فداکاری و کمک به دیگران و هدایت آنها به سمت دربهای خروج اضطراری توانست جان صدها روسی را در روز حمله نجات دهد. جرالد دارونین وزیر کشور فرانسه پس از پیدا شدن سر خوک وحشی در نزدیکی مسجدی در شرق این کشور اقدامات غیر قابل قبول علیه جامعه مسلمانان را به شدت محکوم کرد. یک دادستان در این کشور طی اظهاراتی گفت تحقیقات درباره تحریک به نفرت نژادی پس از آن آغاز شد که نمازگزاران در مسجدی در روستای کنترکس ویلی در منطقه وسگس روز جمعه سر این حیوان را کشف کردند. از سوی دیگر دو مسجد نیز در شمال فرانسه در ماه مبارک رمضان تخریب شدند. در پایان گفتنی است این حوادث در حالی رخ می‌دهد که ماه مبارک رمضان است و مؤمنان از صبح تا غروب روزه می‌گیرند و در مساجد به نماز و عبادت مشغول هستند. و خبری از بحران خشکسالی در برخی کشورهای آفریقا. خشکسالی در زیمبابوه، همسایه زامبیا و مالاوی به سطح بحران رسیده است. زامبیا و مالاوی در پی خشکسالی شدید در کشورها وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. گفتنی است یک سال پیش نیز سطح وسیعی از این منطقه توسط طوفان‌های استوایی مرگبار و سیلاسا درگیر شده بود. بنابر گزارش یونیسف در جنوب آفریقا حدود 9 میلیون نفر که نیمی از آنها کودک هستند به کمک نیاز دارند. همچنین بیش از 6 میلیون نفر در زامبیا که 3 میلیون نفر از آنها کودک هستند تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند و این تقریبا نیمی از جمعیت مالاوی و 30% از جمعیت زامبیا را شامل می شود. شاین ذکر است النینو پدیده آب و هوایی طبیعی است که هر 2 تا 7 سال یک بار بخشهایی از اقیانوس آرام را گرم می کند و تأثیرات متفاوتی بر آب و هوای جهان دارد. بدین معنا که گاهی بارندگی از حد متوسط فراتر می رود و گاهی خشکسالی است. و اما خبر آخر، دانشمندان مؤسسه سرطانی که اخیراً در دانشگاه کمبریج افتتاح شده است، آزمایشاتی را آغاز کرده اند که تغییرات سلولی را سالها قبل از تبدیل شدن به تومور مشخص می کند. دانشمندان امیدوارند این تحقیقات به طراحی راه‌های کاملا جدید برای درمان سرطان کمک کند. بر اساس این کشف، بسیاری از افراد به شرایط پیش سرطانی مبتلا می شوند که برای مدت طولانی ادامه دارد. در همین راستا پروفسور ربکا فیتزجرالد مدیر این مؤسسه گفت شناسایی سرطان می تواند برای سالها، گاهی برای 1 یا 2 دهه قبل از اینکه این بیماری به طور ناگهانی در بیماران ظاهر شود اتفاق بیفتد.